قسمت دوم مقاله 45 رو نگاه میکنیم، همونجوری که گفتم ترجمه اولم رو ضمیمه میکنم، اونو نگاه بکنید. بعد راجع به کتابایی که بعد از این سمینارا بیرون اومده صحبت کردیم، Global Dialogue on Federalism. من الان چند تا جلدش تو همین کتابخونه دانشگاه اوکلاهاما هست توسط این ناشر و ادیتد با آقای کینکید و تار. این هم ویب سایت هاشونه. یادآوری کردم که ما هدفمون مطالعه فدرالیزم های مختلفه که به امید پروردگار یه روزی بعد از اینکه یک زبان دومی زبان مشترکی رو قبول کردیم که من پیشنهادم همین آمریکایی انگلیسیه، بشینیم دور هم دیگه چند نسل دیگه و فکر اتحاد مردم دنیا باشیم. و حرفی رو که قانون اساسی میزنه اون روز بنویسیم We the people of the world، نگیم We the people of Iran، America، نمیدونم چین، فلان، بهمان. مسخره بازی رو دیگه باید بذاریم کنار یواش یواش. خب من ادامه میدم یه ذره دیگه، چون میگم ترجمه اولم زمینه میشه. اینجا فقط انگلیسی بخونم. خب Was then the American Revolution affected Was the American Confederacy formed? Was the precious blood of thousands spilled? خب اینا رو که خوندیم، فقط میخواستم بگم که این داره که ما این همه خون دادیم، مادر جون دادیم که چی؟ که بیایم دو مرتبه قدرت ها رو بدیم دست دولت های ایالتی و دولت مرکزی رو ضعیف بکنیم. خب میام از اونجایی که میگه It is too early. خب این وسط پاراگراف طولانی دومه. It is too early for politicians to presume on our forgetting that the public good, that the real welfare of the great body of the people is the supreme object to be pursued, and that no form of government, whatever, has any other value than as it may be fitted for the attainment of this object. Were the plan of the convention adverse to the public happiness, my voice would be reject the plan. اگه این قانون اساسی جدید برای ما خیر و سلامتی و امنیت نمی آورد، من می گفتم آقا ردش کنید. Reject the plan. Were the union itself inconsistent with the public happiness, it would be abolish the union. In like manner, as far as the sovereignty of the states cannot be reconciled to the happiness of the people, the voice of every good citizen must be, let the former be sacrificed to the latter. How far the sacrifice is necessary has been shown. How far the unsacrificed residue will be endangered is the question before us. خیالتون راحت باشه، چون ما یه سری قدرت دادیم دست دولت مرکزی، دلیل بر این نمیشه که دولت‌های ایالتی قدرتشون و حقوقشون از دست بدن، از بین برن. بعد جالبی این مقاله اینه که یواش یواش که جلو میریم دیگه شروع میکنه راجب چیزایی که خیلی مهمه صحبت میکنه، راجب separation of power صحبت میکنه. خب تجزیه قوا، separation of powers. خب این یعنی سیستم رو میخوان طوری بسازن که اگه یه دفعه یه قسمتی قوه مقننه، قوه اجراییه، پاشو زیادی تند گذاشت، پاشو زیادی از گلیمی زد برون، اون یکی قوا خب جلوش باستن. ببینید executive که میشه مجریه، بعد جودشو میشه قضاییه،
بعدش هم که مقننش که کنگره آمریکاست. خب کنگره هم دو قسمت، سنا، خب سنت، بعد هاوس آف رپرزنتیتیوز، مجلس نمایندگان. جا ندارم، تمام شد رو تخته. خب اینا دو شیش ساله انتخاب میشن، اینا دو ساله انتخاب میشن، بعد اگزیکیوتیو هر چهار سال انتخاب میشه. میگه اینا هم دیگه رو چک میکنن، قضات فدرال برای تمام عمرشون خب میتونن خدمت بکنن، در کرسیشون بشینن، مگه اینکه کار غیرقانونی بکنن یا کار ناسعی. خب اینا هم دیگه رو میشینن چک میکنن. این سپریشن آف پاورز مهمه. بعد این بالانس آف پاور، توازن قوا، خب که این کنگره و اکسیکیوتیف و جودیشار همدیگر رو، جودیشیری همدیگر رو چک بکنن، یعنی مواظب باشن که اون یکی پاشو از کلیمش بیشتر نذاره. بعد این داستان ایندیپندنت جودیشیری، خب یعنی قاضی رو طوری سرکار نذاری که استقلال نداشته باشه، خب که بترسه که مثلا استاندار یا نمیدونم رئیس جمهور یا یه کسی میاد زورش میکنه، حقوقشو کم میکنه، یا یه برنامه‌ای که استقلال اختیار نداشته باشه. اینا همش خیلی مهمه. خب در هر حال فعلا موفق باشید، بعدم برمیگردیم صحبت میکنیم. من فقط یادتون نره این ویدیوهایی که زمیمم شده و میشه نگاه بکنید، و دیگه اون اساتیدی رو که بهتون مثلا یکی دو تا ویدیوهاشو میبینید، خودتون دیگه میتونید قشنگ برید باقی میزه گردایی رو که شرکت کردن گوش بدید، نگاه بکنید، یا کتاباشونو بخونید، مقاله‌هاشونو بخونید. اونا خیلی مهمه.